سلام بر ملت پکنده ایران. عزیزانم، تا زمانی که شما از در وارد شدین و اون مهر نماز جلو مادر و مادر بزرگ یا پدرتون و نمیدونم اون کتاب قرآن رو توی دله آشغالی ننداختین، همین وقتی که دارین از سرتونم زیاده. ببین، دولت ایران و خامنه ای برای شما زیاده، واقعا زیاده. شما بایستی مولا نصرالدین لیدرتون میشد. شما بایستی تو دل آشغال تر از این زندگی میکردین، با این عرب پرستی و با این دنبال عربا مثل میمون تقلید کردن و سنگ عربا رو به سینه زدن. آخه بدبخت های اولاغ، شما که این مملکت به این ثروتمندی تو دستتون بوده، یه زمانی دنبال این عربا افتادن و مثل پاکستانی و افغانی ها سنگ از کاسه آشتاختر زنگ شیشهی شیعهی رو زدن به سینه، آخر عاقبتم از این بهتر نمیشد. بهترین استفاده بیت المال رو پسر ظریف میکنه. دمت گرم بابا. از رب شام پیاده میشه، از هواپیمای شخصی شامپاین دامپرنیون رو درخت دخترای خوشگل میریزه. حالشو عزیزم تو ببر نوش جانت، تا زمانی که یه مش الاغ صورتاشون رو زمین میمالونن و سینه میزنن و تو عاشوراها و اسم بچه هاشون ابوالفرز و محمد و علی میذارن و قسم میخورن و اسلام را یک دین واقعی میدانند و این چطه پرتا، نوش جان شما. شما حق آخونده، حقشونه بخورن. این مملکت مالا خودشون گرفتن، دست کیا؟ دست یه مش الاغ گرفتن. اونایی که حالشون بود مثل من که در رفتن، همون دو انقلاب گفتن ببین فاک دیس، در رفتن. اونایی هم که یه مقدار نئیل بودن و امیدوار بودن جنگیدن، که همه یا تو زندان یا تو قبرستون تشریف دارن، الاغا موندن. چابلوسی آخونده رو 40 سال میکنن، حالا که کم کاسه هاشون خوش شده، شاعر میاد شعر میگه، آی از فلان من نگو در چشم من بهرم نبر، ولی از اون برا خانده دارم میچپونم تا دست. از اون برا خواننده معروف داریوش، پاپولرتر خواننده ایران، خایه نداره میاد شعر از دوستی و مردانی و جوان مردانی، خایه نداره بگه آخونده دارن چیکار، خامنه ای داره چیکار مردم ایران میکنه. هرچند که گفتم مردم ایران حقشونه. یارو میاد از کوروش و داریوش و کبیر صحبت میکنه، اصلا پسرش ابوالفرزه، جمعه هم نمیگن تابستون هم برنامه گذاشته مادرش به فرسه هشت که به ما این دیگه اعتقاداته امامی، یا نمیدن برن خدمت امام رضا که پسر شفا پیدا کنه. خب مادرش یه همچی اعتقاد، به مادر یه همچی اعتقادات داشت، خودت هم یه همچی اعتقادات داری، بچت هم تا زمانی که دنبال این عربای بسوس مارخور بودوی یه همچی اعتقاداتی خواهند داشت. بنابراین هی روی خامنه ای نیاد، شبون بی مخ میاد، شبون بی مخ نیاد، این نیاد، اون نیاد، تا زمانی که این فرهنگ آشغالو دارین حقتونه. امیدوارم کرونا وایپ اوتتون کنه که یه نسل جدید بیاد به وجود، شاید اونا بتونن یه ایرانی رو بسازن. ببین میدونی ما بخواید دموکراسی به ایران بدی یعنی چی؟ یعنی که یه شیر درنده آفریقایی رو سبزی بذاری جلوش بگی عزیزم سبزی بخور، سبزی خوار بشو، این آهوهای قشنگو نکش، بخور گوش نخور، سبزی بخور، یا یه سوسکو بیاری بذاری تو کندو بخوای ازش عسل بگیری. It's not gonna happen. نمیشه. تا زمانی که شما اسم بچه هاتون علی و محمد و رحمان و علی چرت پرتاست و نماز میخونین و طرف کعبه میشینین و عاشورا سینه میزنین، خامنه ای برای شما زیاده بابا، واقعا زیاده. شما رو باید روزی 3 بار با شلاق عربا بزنن، اصلا یه کار دیگه باید بکنن، من نمیخوام بگم، ولی دست بردارین فرهنگتون رو عوض کنین تا بیاین مثل من بشین یه جایی راحت خوب دنیا مثل آدم قبولت کنن. وگرنه با اون صورتهای کثیف و روشهای آشغال فرهنگ مسترابتون تو همون آشغالی که هستین خواهین موند، که خدا بهتون به قول خدای خودتون بهتون رحم کنن. ما که به مزخرفات اعتقاد نداریم، ولی بابا به خودتون رحم کنین، بیاین از این چرت و پرتا بیرون. یه مسئله معروف اینجا هست، میگن ایرانی ها دیدون مین باید بیستین، ایرانی ها هرچی میگن واقعا فکر نمی کنن. همش این طرز فکر و افکار و این طریقه زندگی کردنتون افتضاح. عوض کنین فرهنگتون و دم پسر ظریف کرد پسرم، حالش رو ببر.